خب بینندگان گرامی، نیمه دوم برنامه است که داریم درباره خردورزی و اندیشیدن و گزینش در آیین زرتشت در باورهای زرتشتی گفتگو می‌کنیم. در نیمه نخست در این باره گفتگو کردیم که زرتشت خرد رو مقدس می‌دونه و همه ی هنجار هستی رو خردمندانه می‌بینه و برترین و بهترین ارزش‌های انسانی رو سرلوحه خود خردمند بودن و اندیشیدن قرار دادن میدونه و به خصوص حتی در گات‌ها این خردورزی رو تاکید بسیاری کرده. بر مبنای این انسان رو خوشبخت میدونه که انسان باید خردمند باشه و با اندیشه انتخاب‌های خوب بکنه. میگه ای خداوند خرد، این در یسنا هات 31 چنین میگه زرتشت، ای خداوند خرد، بشود ما نیز چون یاران راستین تو در شمار کسانی باشیم که جهان را نو و زندگی را تازه گرداند. در واقع داره میگه که خداوند خرد، خداوند اندیشیدن و تمایز نیک و بد که اهورامزداست. از جای دیگه در هات 31 بند 8 زرتشت میگه ای مزدا، هنگامی که با یاری اندیشه خیش تو را سرآغاز و سرانجام هستی و سرچشمه منش نیک شناختم و آنگاه که تو را با چشم دل دیدم دریافتم که تویی آفریدگار راستی و خرد مقدس و داور کردارهای جهانیان. ببینید، در واقع میگه من با یاری اندیشه خودم تو رو شناختم و تو رو چگونه شناختم؟ کسی که آفریدگار راستین خردی در جهان و میتونی داوری بکنی کردارهای جهانیانو. چرا؟ چون تو داناترین دانایی، اهورامزدا یعنی برترین و بزرگترین دانا. ببینید تفاوت اندیشه زرتشتی از همون مفهوم اهورامزدا آغاز میشه که خداوند رو دانا و برترین دانا میدونه، داناترین دانا میدونه، نه اینکه جباره، نه اینکه ظالمه، نه اینکه از همه قدرتمندتره، زورش از همه بیشتره، بنابراین میتونه هر کاری میخواد با دیگران بکنه. چنین چیزی در آیین و باور ایرانی خداوند محسوب نمیشده. خداوند کسی بوده که برترین دانا بوده و داناترین دانا بوده. و از سوی دیگه میاد در هات 40 بند 1 میگه که خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران است. یعنی خوشبختی هر فرد رو نعمت میدونه برای یک فرد که در قبال خوشبختی جامعه تامین میشه. یعنی یک فرد به تنهایی نمیتونه خودش خوشبخت باشه، بنابراین خوشبختی جمعی یکی از مهمترین نکاتی است که در آیین زرتشت با تمام ادیان دیگه، باورهای دیگه تفاوت داره. در آیین‌های دیگه شما مفهوم خوشبختی جمعی رو اصلا نمیبینید و کسی به خوشبختی جامعه اهمیت نمیده برای اینکه یک فرد خوشبخت باشه. همیشه انتظار دارن که تو این کارو بکن خوب میشه، اگه اون کارو بکنی بد میشه، میری جهنم. ولی هیچ وقت به این مفهوم خوشبختی جمعی در هیچ نوع ادیانی در تمام جهان اشاره نشده به جز آیین و باور زرتشت. من خیلی دوست ندارم بگم دین زرتشتی، به خاطر اینکه در واقع دین به مفهوم مذهب بعدها آمد در کنار باورهای زرتشت قرار گرفت. ما از شاید 2 میلیون میگن سروده و جزوه‌ای که نوشته های شعرهای گوناگونی بود که زرتشت داشت، 17 بخش در تحت عنوان گات‌ها به ما رسیده. این تفاوت رو من میخوام اینجا برای بعضی از همیهنان بگم که میگن اوستا یک کتاب مذهبی است، در حالی که چنین چیزی نیست. ما سخنان خود زرتشت رو در قسمت در 17 سروده بازمانده گات ها میبینیم که در هیچ کدوم اونها احکام نیومده. یعنی به این صورتی که شما اینو بخورید، اونو بپوشید، اینو نپوشید، اینجوری نماز بخونید، اونجوری دستتون رو بشورید، این شیوه اندیشیدن زرتشت نبوده، برای که زرتشت باورش به گزینش آزاد ملت بوده، افراد بوده. ولی
اینو همیشه من میگم، با اینکه بخش‌های افزودنی اوستا، کتابی که تحت مجموعه اوستا ما داریم، شامل وندیداد، یسنا، یشتها، خرد اوستا و خود قسمت گادها میشه، اونها درسته که افزودنی‌هایی است که به گادها اضافه شد و ممکنه در بخشی از اونها نیایش‌ها رو ببینید، در بخشی از اونها مراسم رو ببینید، مراسمی برای ازدواج یا مثلا پرسه یا ختم برای درگذشتگان گرفته میشه یا مراحل این گونه ای رو در قسمت های گوناگون اوستا ببینید، ولی اونها هم با اینکه افسوده شده توسط موبدان به گادها، اونها نگاه ایرانی رو نشون میده. از این نظر اهمیت داره که ما ببینیم ایرانیان چگونه زندگی میکردن. شاید ما مجبور نباشیم اونها رو در زندگی امروزمون اجرا بکنیم که اصلا هم مجبور نیستیم. مهم اینه که ما از تمام اون چیزی که اوستا اون رو مینامیم و به خصوص از دیدگاه های زرتشت در گادها، شیوه زندگی امروزمون رو وام بگیریم. این نکته مهمی است. ما از باورهای زرتشت میخوایم به چه نتیجه برسیم؟ میخوایم هویت ایرانی رو در واقع در وجود خودمون دوباره زنده کنیم. چرا؟ چون زرتشت این اندیشه ها رو از آسمان نیاورده، هیچ وقت وحی هم بهش نشده. زرتشت در یک محیط ایرانی، در یک جامعه ایرانی با هویت ایرانی بالندگی پیدا کرد و هر آنچه که حرف میزنه در واقع درباره نگاه هایی است که ایرانیان و آریاییان در هزاره ها با اون زندگی کردن و زرتشت اومد فقط مفهوم خرد رو و آزادی که در گزینش باید انسان ها داشته باشن رو به اونها اضافه کرد و اینو تحت یک مجموعه اندیشه های شعرگونه ای به نام گادها برای مردم ایران به جا گذاشت از خودش. بعدها موبدانی که آمدند و این گادها رو حفظ کردند و امروز به دست ما رسوندن که ما خیلی هم از اونها ممنونیم که اگر این موبدان نبودن گادهایی به دست ما امروز نرسیده بود، آمدند و اصول زندگی که مردم انجام میدادن، نحوه ازدواجشون، نحوه مرگشون، نحوه زندگی کردنشون، ارث بردنشون، معامله کردنشون، این اصول زندگی رو هم در کنار گادها قرار دادن و یک کتاب، مجموعه کتاب اونو ایجاد کردن به نام اوستا که از اون در خیلی از قسمت‌ها هم در دوران ساسانی استفاده شد و هم پس از اون به جهانیان هم میبینید ارائه شد. یکی از نکات مهمی که خیلی اهمیت داره ما هممون بدونیم اینه که کوروش بزرگ تمام اون اندیشه شهریاری ایرانی رو که داره به جهانیان ارائه میده از نگاه و باورهای زرتشت گرفته. این که الیکا جان در قسمت اول برنامه اومد اشاره کرد به عنوان این که قانون اساسی امریکا، چیزی که شما امروز به نام کانستیتوشن یا قانون اساسی آمریکا که بالاترین و مهمترین قانون این کشور و همه چیز بر مبنای اون نوشته شده، روزی که اومدن بنویسن که میدونین که جورج واشنگتن بود، بنجامین فرانکلین بود، توماس جفرسون بود، مجموعه ای از افراد بنیانگذاران بزرگ و نابغه آمریکا، در واقع افرادی که بسیار تحصیل کرده بودن، بسیار باهوش بودن و بسیار خردمندانه آمدن این کانستیتوشن یا قانون اساسی رو نوشتن، آمدن دو کتاب جلوی خودشون گذاشتن، یکی سایروپدیا یا سیروس نامه یا کوروش نامه و یکی هم آیینی که از روم و یونان و سپس روم به بازمانده بود و قوانین حکومتی روم در واقع بود که بنیان اندیشه غرب رو بر مبنای اون میشناختن. آمدن این دوتا رو گذاشتن جلوشون و قانون اساسی رو بنویسن، ولی چیزی که ما تحت عنوان ده بند اول قانون اساسی یا افزودنی ها یا امندمنت های اول قانون اساسی آمریکا میدونیم بهش میگن بیل آف رایتس یا حقوق بشر که تمامش از منشور حقوق بشر کوروش گرفته شد. این که شما آزادی بیان دارید، این که آزادی دین دارید، پرستش یا نپرستیدن خدا یا باوری رو داشته باشید، این که آزادی نشان دادن و خودتون رو
ابراز کردن داشته باشید، اینکه آزادی زندگی کردن در این کشور رو داشته باشید و اینکه آزادی در واقع دفاع از خودتون رو داشته باشید، که الیکا جان اشاره کرد که میان و میگن که اجازه دارید در این کشور اسلحه داشته باشید. هر کسی که در این کشور زندگی میکنه از همون چیزی که زرتشت هم در گاتها آورده که شما اجازه دارید از خانه و کاشانه و آبادی و شهر و کشور خودتون پدافند کنید و نگهبانی کنید و پاسداری کنید و دشمن اجازه ندید دارایی های شما رو و آرامش شما رو و زندگی شما رو و کشور شما رو بگیره. همین است که در آمریکا جزء امندمنت دوم آورده شد و اجازه حمل اسلحه به مردم این کشور داده شد برای حفاظت خودشون، املاکشون، اموالشون و به خصوص حفاظت خودشون در برابر دولت احیانی که اگر احیانا دولت به رو به سوی دیکتاتوری بره و رو به سوی ستم به مردم بره، مردم بتونن اسلحه‌هاشون رو بردارن و جلوی حکومت ستمگری که ممکنه در یک روزگاری قدرتش بیش از حد مثلا اگر که شد جلوش رو بگیرن و نگذارن حقوق مردم رو ازشون بگیره و دیکتاتوری بشه در یک کشور یا ستم بهشون بشه. خب حالا الیکا جان، خواهش میکنم دنباله این جستار رو در قسمتی که متوقف کرده بودیم، اگر که میخوای هر قسمتش که مونده خواهش میکنم به ادامه بدیم. آرتمیس شما، من معمولا در همه برنامه هایی که داشتیم بالاخره به همین نقطه میرسم که بیام یک قسمتی از بندهشون رو یادآوری بکنم. در واقع این کتاب پهلوی برای من خب خیلی شخص جذاب بوده، ولی یکی از زیباترین موضوعاتی که به اون پرداخت شده در واقع حق انتخاب انسان‌ها برای زندگی بر روی زمینه. یعنی اینکه خداوند از اونها میپرسه که آیا شما دوست دارین که به زمین برید و بر روی زمین نبرد کنین، به دروغ چیره بشین و در نتیجه در زندگی بعد از مرگتون یه زندگی جاودانه داشته باشین ولی دیگه دروغ نباشه، یا اینکه شما میخواین که دروغ باشه و شما هم باشه زندگی خودتون رو داشته باشین. و اونها تصمیم میگیرن که به تن مادی آفریده بشن و در این مشورت انتخاب میکنن و بعد میان با دروغ، یعنی در واقع همه ما طبق این باور الان مشغول نبرد با دروغ هستیم. ولی یه چیز جالبی که وجود داره اینه که این افراد، این حالا فراوهرهای انسان ها در واقع میتونستن این گزینه را هم انتخاب بکنن که بدی برای خودش وجود داشته باشه به کنار و اونها هم بدون اینکه هیچ برخوردی با هم دیگه داشته باشن، اونها هم جداگانه زندگی داشته باشن که اون هم بی‌مرگ بود. در واقع همیشه تأکیدی که استادان ما می‌کردن این بود که زندگی پیش از آفرینش مادی و زندگی در بعد از چیرگی بر دروغ در واقع یا اهریمن، هر دو مثل همدیگه است، فقط یک تفاوت داره. در اونجا اهریمن وجود داره یا دروغ وجود داره و در اینجا وجود نداره. همین انتخاب نشون میده که مردم فقط به خودشون هم فکر نمی کنن. ما انتخاب می کنیم ولی نه فقط برای خودمون. ما انتخاب می کنیم که کلن جهان بدون بدی باشه، چیزی به نام بدی وجود نداشته باشه. و این خیلی فرآیند به نظر من مهمی هستش که به این دقت بکنیم. ما میتونیم همین الان هم خیلی از ما زندگی رو انتخاب بکنیم که در اون به شخص راحت باشیم، ولی اگر خودمون رو درگیر با مسائلی میکنیم که آسایش کس دیگه ای هم در این وسط تامین بشه، بیشک میتونیم اونو ارجاع بدیم به همین باور که ما داریم در یک مبارزه برای بهتر شدن در جهان شرکت میکنیم. و این جزئی نیستش که این هم عیناً خرد هستش. شما نگاه بکنین که یکی از تفاوت‌های بزرگی که در اصل آفرینش در باورهای ایرانی حالا میگیم و باورهای سامی وجود داره، همین آفرینش نخستین انسان،
ما چه زمانی آدم و حوا از بهشت رانده شدن؟ زمانی که از میوه درخت آگاهی خوردند و خداوند میاد و به اونا میگه که حالا که شما مثل من شدید، یعنی هم بیمرک هستید و هم آگاه هستید، پس من میام و این بار بیمرگی رو از شما میگیرم و شما رو از بین میبرم و اونا موجودات میران شدند و به زمین اومدن. در حالی که در آفرینشی که در باورهای ایرانی وجود داره، ما زمانی که انکار میکنیم آفرینش هستی رو و اون رو به اهریمن نسبت میدیم که خودش یک جور در واقع ناآگاهیه، در واقع اون عذاب و شکنجه رو مثلا در واقع دریافت میکنیم. خب این دو نوع نگاه هستش که و جالبه که آرتمیس چون بعدیم بگیم که خود اهریمن و خود انگرامینو که در واقع هر دوشون یکی هستن، باز هم از ریشه من یا آگاهی هستن. یعنی ما حتی دشمنمون هم از جنس آگاهی میدونیم، فقط آگاهی منفی، آگاهی نابودگر. واژه انگرامینو یا چانچه در متون پهلوی اومده گنامینو که همون واژه گند هم از اون ساخته شده، چون در واقع چی اندیشه‌ای هستش که نابودگر. و ما می‌بینیم که امروز ما با خیلی اوقات با اندیشه‌مونه که داریم آسیب می‌زنیم به هم دیگه. اندیشه بعدی که حرف بد، گفتار بد و کردار بد رو میآفرینه و میتونه نابودگر باشه. پس اون هم از جنس خرد هستش و این خیلی مهم هستش، چون جزء یکی از تفاوت‌ها باید به شمار بیاریم. در ادیان ابراهیمی ما اصرار داریم که این خداوندی وجود داره در رأس قدرت که خود شیطان رو آفریده و اون شیطانی که آفریده میاد و فرمانش رو اجرا نمی‌کنه، یعنی خداوند ناتوانه اون هست که نتونسته موجود رو بیافرینه کاملا از اون پیروی بکنه و در نتیجه میاد انسان رو گول میزنه، حالا یا از طریق عمار یا هر چیزی. در حالی که ما میان و دو قدرت رو در مقابل همدیگه قرار میدیم، اهورامزدا رو میذاریم کنار به صورت خدای آفریننده، و زمانی که ما در همه جا وقتی که میخوایم نبردی رو آغاز بکنیم به نبرد با بدی میریم، دیگه اهورامزدایی وجود نداره، دیگه مینوها هستند. نگاه کنین که اهورامزدا فقط آفریننده است و بعد از اون نبرد آغاز میشه به شکل مینو. دو مینو میان و با هم دیگه نبرد میکنن و در اینجا در واقع یک شکل دیگه برابر و متضاد رو میبینیم. در واقع خیلی جالب این بحث به خاطر اینکه ما در باور زرتشتی هیچ اعتقادی گفتیم نداریم به جبر، بنابراین هم ما هیچ چیزو نمیگیم، از روز ازل برامون همه چی تعیین شده. تفاوت بسیار بزرگی است. شما در ادیان دیگه میگن طرف اصلا مثلا این بد آفریده شده یا این شیطانی است. در ما در باور زرتشتی چیزی مستقل، هویت مستقل به نام شیطان نداریم. ما اعتقاد نداریم که آفریدگار بد رو آفریده، بد رو انسان‌ها با انتخابشون ایجاد میکنن. این که ما میگیم انگر مینو و سپنتا مینو یعنی منش نیک، اگر نباشه پس منش بد خواهد بود. در واقع این چیزی نیست که به تنهایی منشی تحت عنوان منش بد در دنیا آفریده شده. نه، چنین چیزی نیست. خداوند آفریننده بدی نیست. خداوند همه چیز رو راست و درست و به هنجار می آفرینه. حالا هر چی که توی این بین تغییر میکنه این ما هستیم. برای همینم هستش که ما مغایر با آیین مزدایی و باورهای مزدایی است. اگر اعتقاد داشته باشیم ما از پیش سرنوشتمون تعیین شده و ما از ازل، از ابد تا ازل همه چیمون معلومه و ما مخبور یک جبری هستیم که تو اون حرکت میکنیم. بنابراین بعضی ها انسان های خوبن، بعضی ها مثلا ناخودآگاه آدم های بدن. برای همین هم اعتقاد دارن ادیان دیگه که بعضی ها بدنهادن، در حالی که ما این اعتقاد رو نداریم. ما میگیم ما هممون خوشنهادیم، ولی انتخاب های اشتباهی که در زندگی میکنیم یا انتخاب های بدی که میکنیم بدی رو ایجاد میکنه و بدی بدی میآورد، بدی بدی میزاید، همون گونه که خوبی خوبی میآورد. زرتشت اعتقاد داره راه در جهان یکیست و آن راه راسته. یعنی هیچ وقت زرتشت در زندگی اعتقاد نداره راه در زندگی دوتاست، راه راست پس راه ناراست.
میگه همه راه زندگی راسته و برای خوشبختی فقط یک راه وجود داره و اون راه راسته که یک جامعه رو به سرانجام میرسونه. حالا اگر کسی نمیخواد تو این راه راست زندگی کنه و میخواد خارج بشه از این راه، اون وقت زندگی در پیش بدیها براش پیش میاد و اشتباهات، و اشتباهها موجب مصیبتها میشه برای افراد و اون میشه که زندگی یکی تبدیل به جهنم میشه. بنابراین ما مفهوم مستقلی از یک جهنمی نداریم که اگر شما کار خوب نکنین برای خوشنودی این اهورامزدا بعد بندازتتون اون تو، شما رو بسوزونه، شما رو اذیت بده، شما رو شکنجه کنه، چون پدر شما رو در بیاره چون که شما آدم بدی بودین. نه، یه همچین چیزی نیست. شما همتون انسان‌های خوبی هستین، نهاد هم خوب آفریده میشه، ولی انتخاب‌های اشتباهی که ما تو زندگیمون می‌کنیم ما رو می‌تونه به انحراف‌های گوناگونی بکشونه. همون جوری که ملک و شعرهای بهار میگه هر آن بد که بینی هم از چشم توست، در این بد زمانه گناهکار نیست. این خیلی مهمه. ببینید ما حتی شعرهای پس از اسلاممون نگاهاشون چقدر ایرانیه، چقدر نگاه‌های ما مزدائیست و بعضی اوقات ما اینا رو متوجه نمیشیم، ولی وقتی اشعار مثلا حافظ رو میخونین، اشعاری از سعدی میخونین، اشعاری از مولانا میخونین، اشعاری از ملک الشعرا یا خیلی های دیگه، حتی تا شعرهای معاصر، اشعار سهرابو که میخونین، نگاه ها بسیار ناب و ایرانی است، حتی بعد از هزار و چند صد سال. درسته؟ اینطور فکر میکنی؟ کاملا درسته. ما به هر حال اون گوشوردن ایرانی تا امروز هم در این مردم، در این سرزمین باقی مونده. ولی حالا پیوسته اون چیزی که گفتیم، فقط میخوام یک اشاره کوتاه بکنم که خود واژه بهشت و خود واژه دوزخ، در واقع دوزخ شکل دوش که ما در دشمن، دشنام به معنی بد، با پیشوندی به معنی بد هستش، با اخ یا اه هستی، در واقع دوزخ همون دوشاخ هستش، یعنی بدترین هستی، چیزی که وجود داره به شکل بد، همون دوزخ هستش و وحی در واقع بهش بهترین هستی و هستی و وحی نیک و هستی نیک هستش. ایشتر در واقع پسفندی هستش که صفت عالی ساس هستش و ما بهش و دوزخ رو در همین هستی میدیدیم. جز این نیستش که هیچ وقت در باورهای زرتوش، در باورهای ایرانی بهتر بگیم، نمیمدیم در واقع اون نقد رو ول کنیم و نسیه رو بچسبیم. ما در همین جا به دنبال اون ایجاد یک هستی خوب بودیم و همون برامون معنی زندگی رو بهش یا جهنم میکرد. در واقع ما مملکتی رو بر خودمون، کشوری رو بر خودمون درست کرده بودیم، ایران پیش از اسلام، در هزاره ها. شما باید مقایسه کنید با جهان اون روز، حتی شما میتونید اون دوره ما رو با جهان امروز حتی مقایسه کنید. اینه که میگم اندیشه های ما زمان و مکان نداره و همه جای جهان تا ابد میتونه اینا استفاده بشه. ما کشوری رو ساخته بودیم که ثروت داشت، که سربلندی داشت، که یک امنیتی داشت، که آباد بود، که مردم آزاد بودن، که حقوق زن و مرد درش برابری میکرد، که برده وجود نداشت در این کشور و همه انسان‌ها از حقوق مساوی برخوردار بودن، مرد برتر از زن نبود، دارا برتر از گدا نبود، طبقات اجتماعی افقی قرار گرفته بود، نه مثل هندوستان عمودی قرار بگیره، یه عده اونجا آنتاچبل باشن یا دست نیافتنی ها باشن، یه عده اون پایین در لای و لجن بلولن و بمیرن. ببینید کشوری که ما برای خودمون ساخته بودیم همون چیزیست که ادیان دیگه به عنوان بهشت به مردمشون در واقع مژده میدن. زندگی دنیای ما اون چیزیست که ادیان دیگه در آخرت در حالت ایدئالش به مردم میخوان مثلا به عنوان بهشت ارائه بدن. کشوری بوده که ما توش زندگی میکردیم و اون مردمی بوده که سرفراز بودن و میتونستن یک امپراتوری جهانی رو
اداره بکنن با کمال انصاف، با کمال عدالت، که در هیچ جای جهان شما هیچ وقت نمیبینید و نمیشنوید که ایرانیان به کشوری جنگ کرده باشن و به زن و ناموس اون کشور تجاوز کرده باشن. ایرانیان جایی وارد نمیشدن، جایی رو بسوزونن، جایی رو خراب کنن، نابود کنن، برای که با باورشون متفاوت بود. ایرانیان باور داشتن ما اومدیم روی این زمین که این زندگی رو به کمک اهورامزدا و این هستی رو به کمک اهورامزدا بسازیم و آباد کنیم. ما نهل سوزوندن بودیم، نهل خشکوندن درختان بودیم، نهل کشتن حیوانات بودیم، نهل تعرض به زن و بچه مردم بودیم و هرگز ستمگری در جهان نمی کردیم با اینکه قدرت جهانی بودیم. خیلی سپاسگزارم ازت الیکا جان. من امیدوارم که این جستار بسیار بسیار با ارزش رو بتونیم ادامه بدیم در با قسمت‌های دیگر اندیشه های زرتشتی و نگاه های ایرانی هم با هم برنامه داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم ازت که تو این برنامه بودی و همچنین از همه کسانی که به این برنامه ها توجه میکنن. خواهش میکنم که روی وبسایت رنسانس ایرانی برید و یک موومنتی به نام یک مراسمی میخوان برگزار بکنن در اروپا به نام نسل‌کشی ایرانیان در قادسیه، سالگرد به اصطلاح بزرگداشتی از همه ایرانیانی که کشته شدن در یورش تازیان به ایران و از بین رفتن صدها هزار ایرانی که شاید در کمتر نقطه جهان هرگز به نام جنوساید یا نسل‌کشی ایرانیان ازش یاد شده باشه. برید روی وبسایت رنسانس ایرانی و اطلاعات بیشتری درباره این گردهمایی که در اروپا برگزار خواهد شد به دست بیارید. سپاسگزارم ازتون خانم دکتر بقایی و تا برنامه آینده خدا نگهدار. سپاس از شما آرتمیس جان و سپاس از بیننده های خوب برنامه بدرود. خدا نگهدار.